و مردم که باید ایمان باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که برای مردم ایمان میشود پیش از دیگران کتاب الله را حفظ کرده باشد. و اگر در حفظ قرآن با هم برابر بودند هر کسی که به سنت موافق است ایمان میشود. و اگر در علم حدیث برابر بودند کسی که پیشتر هجرت نموده است به مردم امامتی کند. و اگر در هجرت برابر بودند کسی که پیشتر اسلام آورده است ایمان بشود. حدیث با روایت امام مسلم. امامتی مردم فقه و احکام دارد و هر انسان نمیتواند امام باشد. و از مردم انسانی است که او اولادتر و امامتی است. و از مردم انسانهایی هستند که امام شدن آنها حرام است. و از آنها شخصانی هستند که امام شدن آنها مکروه است. بنابراین اولادترین و حقترین شخص به امام شدن آنی است که در قرائت قرآن از دیگران بهتر باشد و داننده احکام نماز باشد. و اگر دو نفر که یکی قرائت خوب دارد و دیگر پایان تر از او است ولی داننده احکام نماز است، در این حالت به امامتی قاری قرآن که فقیه به نماز است او را به امامتی گذرانده می شود. پس آنی که داناتر به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است به نماز گذرانده می شود. و اگر دو نفر در قرائت برابر باشند ولی یکی از آنها در علم حدیث داناتر است، پس داننده علم حدیث را به نماز گذرانده می شود. پس آنی که پیشتر از دیگران از دیار کفر به دیار اسلام هجرت کرده باشد او را به امامتی گذرانده می شود. پس آنی که پیشتر از دیگران اسلام آورده باشد به امامتی گذرانده می شود. و آنی که در سن سال کلانتر از دیگران باشد به امامتی گذرانده می شود. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کلان سال ترین شما به شما امام بشود. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. پس اگر همه اون چیزی که در بالا ذکر کردیم آنها با هم برابر باشند در بینشون قرعه پرتوخته می شود. پس کسی که در قرعه غالب آمد آن امام بشود. پس بدانیم که صاحب خانه در خانه خود از دیگران دیده به امامتی حقدارتر است و سلطان از دیگران دیده در دیارش برای امامتی حقدارتر است. و امام مسجد در هر نماز به امامتی اولتر است مگر سلطان، حتی از آنهایی که در قرائت از او دیده بهتر باشند. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند امام نشود مرد در مکانی که تنها او صاحب امر و نهی است. پس صاحب آن مکان حقدارتر است اگر خواهد دیگر شخص را به پیش میگذراند، زیرا او سلطان آن مکان است چی خواهد میکند. حدیث با روایت امام مسلم. و امام شدن زن بر مرد حرام است. و امام شدن شخص بی‌طهارت و آنی که در بدنش و یا لباسش نجاستی است و او را میداند و مقتدی ها آن را نمیدانند، در این حالت تنها نماز امام باطل است و نماز دیگر مقتدی ها درست است. و امامتی آنه که سوره فاتحه را نه از روی حفظ و نه از روی تلاوت درست خوانده نمیتواند و یا در جایی که ادغام کردن ضرور است آن ادغام نمیکند و یا حرف را به دیگر حرف تبدیل میدهد و یا چنان میخواند که معنای آن دیگر میشود، امامتیش درست نیست مگر اینکه همه مردم به مثل او باشند. و آنه که برگو کردن و سجدن و قایم استادن و نشستن عاجزی بکشد امامتی او و آنهایی که رکوع و سجود کرده می توانند و قادر و توانا هستند جایز نیست. و آن کسی که در قرائت غیر سوره فاتحه بسیار خطا میکند امام شدن او مکروه است. و اینچنین آنی که مردم امام شدن او را بد میبینند پس جایز نیست که او امام باشد، اگر چند بعضی از آنها او را بد بینند. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند سه انسان را نمازشان از بالای سرشان یک وجب هم بالا نمیرود. از جمله آنها مردی را ذکر کردند که به قومش ایمان باشد و آنها او را بد ببینند. و اینچنین امامتی آن شخصی که در قرائت کردنش بعضی حرفها را پنهان کرده بخواند و آن را اصلاح نکند. و هم آن امامی که بعضی حرفها را به یکون سبب تکرار بکند و مثل حرف فا و یا تا. و اینچنین امامتی شخص فاسق مکروه است.